بهیه خانم شخصیت برجسته بهائیت در این پادکست قراره به سراغ یکی از چهره‌های برجسته فرقه بهائیت یعنی بهیه خانم برم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. بهیه خانم زاده 1846 در تهران و در گذشته 1932 میلادی در حیفا، ملقب به ورقه اولیا و با نام اصلی فاطمه سلطان، تنها دختر بهاءالله مؤسس مکتب بهائیت و آسیه خانم و خواهر تنی عباس افندی ملقب به عبدالبها بود. بهیه خانم دارای مقامی بسیار والا در جریان بهائیت و از بزرگترین زنان تاریخ بهائیت به شمار میره. وی طی سالهای متمادی و در ماجرای اختلافات داخلی خانواده بهاءالله که منجر به انفصال بسیاری از اعضای خانواده از بدنه دیانت بهایی شد، به جانشینان منصوص بهاءالله یعنی عبدالبها و شوقی افندی وفادار موند و از اونها پشتیبانی کرد. وی در زمان سفرهای عباس افندی به اروپا و آمریکا و سفر شوقی افندی به اروپا سمت رهبر اجرایی آیین بهائیت را بر عهده داشت. به عقیده بهائیان در هر ظهور الهی زنی مقدس وجود داره که به قهرمانی جاودانه تبدیل بشه. در زمان عیسی مریم مقدس، در زمان محمد دختر وی فاطمه زهرا و در زمان باب طاهره قرة العین این نقش رو داشت و در دوران اونها بهیه خانم این نقش رو بر عهده داشت. بهیه خانم در طول زندگی خود هیچگاه ازدواج نکرد و زندگی خود رو وقف خدمت به پدرش بهاءالله و برادرش عبدالبها کرد. وی سرانجام در سال 1311 خورشیدی مصادف با 1932 میلادی در 86 سالگی در حیفا درگذشت و در باغ بهایی ها واقع در کوه کرمل به خاک سپرده شد. بهیه خانم در یک خانواده ثروتمند در تهران به دنیا اومد. وی تا سن 6 سالگی از زندگی مرفه و سرشار از شادی برخوردار بود تا اینکه سرانجام پدر وی در سال 1852 میلادی دستگیر و در زندان سیاهچال تهران محبوس شد. وی باقی مانده عمر خود را به همراه پدرش در محرومیت، تبعید و زندان سپری کرد. در ژانویه 1853 بهاءالله به بغداد تبعید شد و وی و خانوادش مجبور به سفری دشوار از تهران به سمت بغداد شدند. در ماه می 1863 میلادی بهاءالله به همراه خانواده خود به استانبول، پایتخت امپراتوری عثمانی تبعید شد و در استانبول بهیه خانم تصمیم گرفت تا هرگز ازدواج نکنه و این تصمیم با موافقت کامل بهاءالله همراه شد. اگه تا اینجای پادکست رو دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. در ژوئیه 1868 دولت عثمانی بهاءالله رو به همراه خانوادش به زندان شهر عکا تبعید کردند که این چهارمین و آخرین تبعید اونها تا پایان حیات بود. در سال 1898 میلادی اولین زائران غربی از جمله فیبی هرتز، فعال حقوق زنان آمریکا و اولین بهایی آفریقایی تبار یعنی رابرت ترنر، از عبدالبها و بهیه در فلسطین دیدار کردند. در این مدت بهیه خانم از سوی عبدالبها مسئول رسیدگی به فعالیت زائران غربی در این منطقه خصوصا بانوان بود. سرانجام در سال 1908 میلادی ترکان جوان تمامی زندانیان سیاسی رژیم عثمانی را آزاد کردند و بهیه خانم هم طبعاً آزاد شد. بهیه خانم با بازیافتن آزادی خود علناً فعالیت‌های خود را آغاز کرد. وی پرورشگاهی در خانه خود برای کودکان افتتاح کرد و بر آموزش اونها نظارت داشت و به اونها آموزش می‌داد.
وی به عنوان مدیر خانواده مدیریت زائران متعددی که از شرق و غرب عالم به دیدار وی و عبدالبها می اومدند رو هم بر عهده داشت. بهیه خانم در این دوران احترام و محبت مردم محلی رو تا حد زیادی جلب کرده بود و در میان اونها به شخصیتی محبوب تبدیل شده بود. در سال 1914 میلادی جنگ جهانی اول آغاز شد که منطقه فلسطین رو تحت تأثیر قرار داد و ارتباط میان عبدالبها و جامعه جهانی بهائیت رو متوقف کرد. علاوه بر این، حیفا به شدت تحت تأثیر کمبود مواد غذایی قرار گرفت و از این طریق بود که بهیه خدمات بشردوستانه خود رو افزایش داد. وی به همراه برادر خود انبار بزرگ قله خود رو میان نیازمندان تقسیم می کردند و به امور اونها رسیدگی می کردند. بهیه خانم به دفعات به سمت رهبر اجرایی فرقه بهائیت منصوب شد. از جمله در دوره سفرهای عباس افندی به غرب بین سالهای 1910 تا 13 زمانی که وی در دهه ششم زندگی خود بود و سپس در زمان سفرهای شوقی افندی به اروپا هنگامی که وی در دهه هفتم زندگی خود به سر می برد. ایفای چنین نقشی برای یک زن از نظر تاریخی بسیار کم سابقه بود و همین مسئله باعث شد تا جایگاه وی بیش از پیش در میان پیروان بهائیت برجسته بشه. در سال 1921 میلادی عبدالبها درگذشت و بهیه خانم با کمک تعدادی از یاران خود در تلگراف‌های خبر درگذشت وی را به بهائیان جهان اعلام کرد. هنگامی که شوقی افندی رهبری آیین بهائیت را بر عهده گرفت، اظهار داشت که چگونه در دوران سخت پس از مرگ عبدالبها از حمایت‌های بهیه خانم بهره‌مند بود. بهیه خانم همواره بسیار مورد احترام جامعه بهائیت و حتی برخی از افراد غیر بهائی در منطقه سکونت خود بود. وی شاهد بود که چگونه برخی از بستگان برخلاف وصایای عبدالبها عمل کردند و از طریق تلگراف‌های متعدد حمایت خود را از پیروان شوقی افندی اعلام کرد. بهیه خانم بیشتر عمر خود را وقف حمایت از دو رهبر دیانت بهایی پس از درگذشت پدر خود میرزا حسین علی نوری کرد. به دلیل وجود بهیه خانم پس از انتصاب شوقی افندی مخالفت‌های داخلی کمی با رهبری وی وجود داشت، اما پس از درگذشت بهیه برادرزاده‌های شوقی به مخالفت آشکار با وی پرداختند. بهیه خانم در طول سالها اختلاف در درون خانواده بهاءالله بر سر رهبری جامعه بهایی همواره به عهد و پیمان پدر خود وفادار بود. در اواخر دهه 1920 میلادی وضعیت سلامتی بهیه خانم به شدت رو به وخامت گذاشت و وی به دلیل بیماری و دردهای مزمن ایام را به سختی سپری می کرد. وی سرانجام در 15 ژوئیه 1932 میلادی درگذشت. وی سرانجام در باغ‌های بهایی واقع در حیفا به خاک سپرده شد. شوقی افندی رهبر وقت جریان بهائیت در بزرگداشت بهیه خانم مدحی دست نویس در 16 صفحه سرود و از بهائیان مقیم سرزمین مقدس خواسته شد تا در محل دفن وی برای 9 شبانه روز دعا کنند. اولین گامی که شوقی افندی در ایجاد مرکز اداری بهائیت برداشت، خرید زمینی در کوه کرمل در مجاورت مقبره باب بود که پیکر بهیه خانم در اون زمین برای همیشه به خاک سپرده شد. ممنونم که تا پایان این پادکست همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.